بسم الله الرحمن الرحیم. من همینجا ایضا هم دعا میکنم، هم تشکر میکنم از کسانی که در زیارت اربعینیه امام حسین علیه الصلاة والسلام به خاطر یک جمله امام عسکری علیه السلام از علامات ایمان است زیارت الاربعین شرکت کردن، چه اونایی که پیاده رفتن که فضائل عجیبی داره. پیاده کامل زیارات رو ببینید، فضائل عجیبی داره. کم و بیش شنیدید، خوندید، نخوندید بخونید. تو غیر کامل زیارات هست، تو غیرش هم هست، غیر این که چه اونایی که حالا شرایطشون جوری بوده یا مریض بودن، پیر بودن، نتونستن، نشده پیاده برن، سواره رفتن. اما زیارت الاربعین این فرمایش امام عسکری علیه السلام را عمل کردن بهش. و در همین جا باز تشکر میکنم از کسایی که در شهرهای دیگر غیر کربلا حرم امام حسین نداشتن، چه تو کشورهای اسلامی این مسیر اربعینیه را راه انداختن، چه تو کشورهای کفر مسیریه اربعینیه را راه انداختن، از یه منطقه تا یه منطقه، از یک حسینیه به یک حسینیه، یا از یک جا به یک حسینیه، یا از یک جای حسینیه ندارن، از یه منطقه به یه منطقه دیگه به عنوان اربعین. اینا همش شعائر مقدسه امام حسین علیه السلام. شعائر امام حسین علیه السلام هر چیزی است که تجلیل از امام حسین علیه السلام بشه. لازم نیست روایت داشته باشه، لازم نیست دلیل داشته باشه، لازم نیست معصوم علیه السلام فرموده باشه. اگه یقین داشته باشیم زمان معصومین نبودن، مکرر عرض کردم این ذریح مقدس امام حسین از شعائر امام حسین هست یا نه، این قبه و بارگاه امام حسین از شعائر امام حسین هست یا نه، با اینکه زمان معصومین تا زمان حضرت عسکری تا زمان غیبت صغرا ذریحی نبوده، قبه نبوده، حرمی نبوده، بارگاهی نبوده. گاهی اتاق درست میکردن، یه اتاق 4x5x2x10x6 تیکه درست میکردن، بعدا میمدن مال بنی العباس و بنی عثمان و قبلش بنی مروان و بنی امیه خرابش میکردن. اینا نبوده توی کشور کفر، تو اقصا بلاد دنیا روز اربعین یه عده جمع بشن، 2 نفر باشن، 3 نفر باشن، 30 نفر باشن، 3000 نفر باشن، 3 میلیون باشن، فرق نمیکنه. اینا به عنوان مسیره اربعینیه از یه جا به یه جا برن، بعدش منتهیش کن به زیارت امام حسین علیه السلام مثلا بخونه یا قبلش بخونه. این میشه شعائر مقدسه حسینیه صلوات الله علیه. باز از کسایی که گفتن در امسال در شهرهای مختلف دنیا شعیره مقدسه را انجام دادن تشکر میکنم و اونها را تشویق میکنم که اون چه در کربلای معلا امروز به عنوان شعائر مقدسه انجام میشه، تمام اینها را به هر وجهی در هر جای دنیا مرد و زن، جوان و بزرگ، عالم و جاهل، اینا انجام بدن جزو شعائر مقدسه امام حسین علیه الصلاة و السلام.